سلام سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام ماد لوئیس یه تصویرساز کانادایی رو بهتون معرفی کنم که حدودا 52 سال قبل فوت کرده. ماد اهل استان نوواسکوشیا است، استانی که من الان درش ساکن هستم، و تکنیکی که کار میکرده فولک بوده. از وقتی که به دنیا اومده روماتیسم مفصلی داشته و خب هرچی سنش بالاتر میرفته مشکلات حرکتی مخصوصا توی دستاش به وجود میومده. شاید باورتون نشه این خونه‌شه، با وصله داخلش برداشتن آوردن توی آرت گالری. این میزه کارش بوده، طبقه پایین آشپزخونه‌ش، پلام میرفته طبقه بالا که اتاق خواب بوده. همین خونه‌شه، همینقدر کوچولو، خیلی کیوته. رو درش پنجره. چیزی نمیگم، بریم با هم کاراشو ببینیم. کاراش پر از رنگ بوده، پر از زندگی بوده. سوژه‌های روزمره، حیوونا، گلا، از اینا تصویرسازی میکرده. کاراشو که ببینین قشنگ حس میکنین تو استان نوواسکوشیایین، کنار دریاچه، کنار اقیانوس، کشتیایی که واستادن، قایقای کوچولویی که واستادن، دارن بارگیری میکنن، دارن ماهیگیری میکنن. تو زمستون برف‌بازی بچه‌ها، سوار اسکیت میشن، اسکیت سواریشون. قشنگ استان نوواسکوشیا رو به تصویر کشیده، خیلی جالبه. و دوتا حیوانی که خیلی زیاد تو کاراش میبینین گاو و گربه است. میتونین اسمش رو سرچ کنین به انگلیسی توی گوگل، توی یوتیوب. توی یوتیوب خیلی مستند ازش هست، توی گوگل میتونین کاراش رو ببینین. خود وبسایت آرت گالری نوواسکوشیا ویزیت آنلاین گذاشته، میتونین به صورت مجازی برین آرت گالری رو ببینین. جالبه فیلمشو که ببینین متوجه میشین که یه آدم با اون همه مشکل چجوری کارهای رنگی رنگی و پر از زندگی رو نقاشی کرده. این پوستر فیلم ماده که میتونین از توی نتفلیکس تماشاش کنین. زندگی واقعی ماد رو به تصویر کشیده. به نظرم حتما یک بار تماشاش کنید. خونه اصلیش که الان توی آرت گالری نوواسکوشیا است، ولی برای یاد بود نزدیک به همون لوکیشن خونه اصلیش الان یه خونه همون ابعاد همون شکل ساختن.